অ Moগt <lightweight> <s filtrate> بسم الله الرحمن الرحیم سلام و عرض ادب و احترام خدمت شما شاگردای عزیز و گرامی سنف نهم امیدوارم که جور سعدمن باشید شاگردای عزیز به مضمون شیرین ریاضی خوش آمدید خب شاگردای عزیز و گرامی مضمون ریاضی رو ما و شما میخوانیم درست است فصل چندم هستیم فصل ششم نامساوات یا نامعادله درست است و درس سوم ما و شما امروز میشه اما شاگردای عزیز ما و شما امروز چرا را میخوانیم انتروال ها یا فاصله ها که بعضی از کتاب ها بازم به با گفته میشه بازه ها یا فاصله ها یا انتروال ها درست است و این رو میریم سرتخته و میگیم که چی است اگر یادتان باشد درس گذشته ما و شما چی خواندیم حل نامساوات خطی را خواندیم و یادتان است که گفتیم یک نامساوات خطی ما و شما وقتی کار میکنیم و جوابش میکشیم باید ساحه جواب بکشیم دیگه یک تا جواب نداره لای تناهی جواب داره درست است و ساحه جواب ما و شما باید مشخص کنیم درست است خب آل امیز ساحه جواب ما و شما اگر در یک تا ست قرار بدیم به میگیم ست جواب و میبینیم که ما میتونیم ست جواب نامساوات خطی را به شکل انتروال یا فاصله نوشته کنیم که او کار ما را چی میکنه؟ آسانتر میکنه است. پس ما و شما باید انتروال بفاهمیم چی است و وقتی که انتروال فاهمیدیم میتونیم چی است؟ ساحه جواب نامساوات خطی یا نامساوات درجه دو یا نامساوات کسری فرق نمیکنه یا میتونیم به شکل انتروال باید ما و شما نوشته کنیم درست است؟ خب قبل که بریم درس شروع کنیم. شاگردای عزیز کارخانگی درس گذشته رو باید با ما روان می‌کردید از طریق چی از طریق واتساپ نمبرش هم 20964 780 255 4013 درست از شاگرد عزیز شاگرد عزیز با ما همراه باشید خب شاگرده عزیز و گرامی ما و شما امروز چرا میخوانیم انتروال قرار است که بخوانیم یا فاصله برش گفته میشه یا بازم بعضی از کتاب ها میگه و چی است؟ پس ما سر تخت میکنیم میکنم انتروال یا فاصله و تشریح میکنیم که به چه شکل میباشد فاصله شگرده عزیز یا انتروال که گفتیم بعضی از کتاب ها چی میگه بازم به او گفته میشه خب ما یک یادآوری میکنیم از سنف قبل از سنف هشت درست است ما و شما ز... گفتیم که ما و شما ستار اگه یادتان باشد با مثال این ست به ما و شما میده خود سوال میگه اکسای شامل زید دقت کنید به شرطی که یا به قسمی که به بعضی کتاب های خط هم میمانه میگه به قسمی که بعضی هم دو نقطه هم میمانه فرق نمیکنه حالی ما هم خط مانیم. پس ایکس های, ایکس های شامل زید زید کدام بود؟ اعداد تام یا تا نست دیگه اعداد تام نه سفر یک دو سه تا لای وایده برای منفی یک منفی دو تا منفی لای تناهی سیست پس میگه ایکس های یا عدد هایی که شامل زید باشد و چی باشد شکر ده عزیز؟ و ایکس ما و شما بزرگتر مساوی با منفی دو و کوچکتر از چند باشد 4 باشد سیست گفته ایرا عناصر از ای مشخص که نیست به ما و شما داده گفته عناصرش مشخص کن خب زید ما و شما میفهمیم زید کدام بود شاگرد عزیز زید کدام بود یادتون است زید زید بود صفر یک دو تا لایه تناهی بود برم بود منفی یک منفی دو تا منفی لایه تناهی سایست خب حالی به ما و شما سوال چی گفته شاگرد عزیز گفته که اکس ها یا عدد های شامل زید دریافت کو شامل یعنی ست دریافت کو خب کدامایشی که این همین ایکس همین اعداد ما و شما از 4 کوچکتر باشه دقت کن مساوی نداره خود چهار شامل نیست خب قبل چهار چند است سی 3 است سه پس سه دو یک صفر تا کجا تا خود منفی دو چون مساوی هم دارد پس جواب ما و شما چی میشه در این ما و شما بکشیم میشه منفی دو منفی یک صفر یک دو تا سه چون خود 4 نیست مساوی نداره اگر دقت مشاهده عزیز یک خطک در اینجا بود این بود یعنی خود 4 هم قبول است که می‌بینیم ده دا دا منفی داره یعنی خود منفی دو هم قبول میکنه نوشته از منفی دو تا سه, سه است؟ پس چند تا آنسور دارد؟ یک، دو، سه، چهار، پنج، ششت انصر دارد اگر شاگرد عزیز به ما و شما سوال به شک بته بگه که انصرش مشخص کنید بیره به ما شما اکسای شامل ان ان چی بود اعداد طبیعی اعداد طبیعی از کدام شروع میشد از از یک شروع میشد یک دو سه تا تنهایی و قسمی که ایکس ما و شما چی باشد ایکس ما و شما بین بزرگتر مثلا منفی دو و کوچکتر از 4 باشد خب جواب ما و شما چی میشه دیگه منفی دو منفی یک نمیشه چون شامل چی گفته گفته باید عدد شما از داخل ان انتخاب شود این از یک به بعد است پس فقط میشه یک دو سه دیگه چون یا شامل نیست پس فقط شما چی میشه میشه سه سهیست؟ پس به شکل ما و شما میتونم نشان بتیم اما اگر با ما و شما بیای بگه سوال دقت کن شاگرد عزیز سه تصیر به ما و شما بگه که اکس های شامل دبلیو, دبلیو چی بود؟ دبلیو سه تعداد مکمل از صفر شروع میشد صفر یک دو سه تالای تنهایی. سهیست به قسمی که اکس ما و شما چی باشد؟ اکس ما و شما بزرگتر مسایی با منفی دو و کوچکتر از چهار باشد گفته رو مشخص کن عناصر از این چی میشه دقیقا شرط شمیسته. از منفی دو بزرگتر یا مساوی باشد کوچکتر از چهار باشد ولی شامل چی باشد شامل دبلیو دبلیو چی است شامل W بود سه تعداد مکمل سفر یک دو سه تالایی تنهایی پس فقط میشه سفر یک دو سه در اینجا سفر یک دو سه فایشت شد پس بر ما شما بسیار مهم است که ایکس بگه شامل کدام ست باشد شامل زید باشد ان باشد دبلیو باشد و اگر به ما شما بگه شامل آیار آیار چی بود ست اعداد حقیقی درست است یا ریل نمبر پس به ما شما به شک بگه دی ایکس شامل اعداد حقیقی آیار به قسمی که ایکس ما شما چی باشد بزرگتر یا مساوی با منفی و کوچکتر از چار باشد فابی خب را عناصرش مشخص کنید خب منفی دو کف چون خود منفی دو شامل میشه صحیح است شاگرد عزیز دقت کنید به شکل منفی دو رو ما و شما داریم اما عدد بعدی چی است منفی دو منفی یک بگیم خب ما و ما و شما منفی یک و یک اشاره پنج هم داریم دیگه نگاه کنید مثل مثلا ما یعنی محور بکشم براتون صفر است یک است دو است سه است،, است یک دو سه منفی یک منفی دو خب شاگرد عزیز اول منفی دو که گفت نوشته کردیم خب عدد بعدی چی نوشته کنم منفی یک نوشته کنم منفی دو منفی بگیم خب اعداد حقیقی است حقیقی اشاریه دار جذر دار باشه کلش فیس فرق نمیکنه پس ما شما این منفیدور دو گرفتیم خب منفی یک بگیم میگیم نه خیر خب منفی یک منفی یک داریم او رو بگیم باز یک تا قبل ترش داریم منفی یک اشاره شش فیس خب باز دوباره چی داریم خب چی عدد چی عدد بگیم میبینیم که گفته نمیتونیم هر عدد شما بگید قبلش عدد است به عنوان مثال دقت کنید شاگرد عزیز بعد از یک چی باشه مثلا یک بگیریم عدد حقیقی بعد یک چی است دو نیست دو عدد طبیعی است عدد حقیقی یک اگر یک اشاره بگیریم یک, 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 یک قبلش هست. یک یک بگیریم یک اشاره صفر یک قبلش است نگاه کنید ما میگم بعد یک چی است خب یک بعد چی نوشته کنیم بگیم یک, یک. اگر بگیم من بگیرم، قبل از یا یک سفر یک هست. حتی قبل ازی باز یک دو سفر یک هست. قبل از اگر شر سه است پس لا تنها عدد وجود دارد ما و شما نمیتونیم نوشته کنیم پس وقتی که م... چی باشد دقت مشاورده عزیز و عناصر ما و شما شامل آیار باشد اعداد حقیقی باشد ما و شما ده به شکل ست نوشته نمیتونیم عناصرش بی نوشته کنیم صحیح پس ما خاطر ما و شما باید چی کنیم اگر یادتون باشد در صنف قبل میگفتیم که یار باید به با شکل در روی محور نشان بدیم شکلش نشان بدیم و چیکار میکردیم میوید در اینجا در اینجا میگفتیم که یار ما پاک میکنم در اینجا ما و شما گفتیم که چی باشد منفی دو را خودش مشخص میکنیم یک تا دایره روش میکشیم سه را چهار مشخص میکنیم خود چهار هم هست دیگه نه بون تا چهار شون بکشم میره تا چهار را میره مگه بکشم یعنی چهار باشد خود چهار یک تا دایره مشخص میکنیم خب منفی دو چی دارد مساوی دارد یعنی خودش شامل است پس منفی دو را سیا میکردیم داخلش از زیر است پر میکردیم و چهار مفاهیم نظر چهار فیا نمیکردیم نمی و داخلش خالی بود و یار به هم وصل میکردیم میگفتیم که هر چی عدد بین از دو عدد وجود دارد جواب ما شما میشه تو خط خطک میکردیم بس میشه جواب ما شما شکل باید میکشیدیم و در ست ما شما نمیتونستیم نشان بدیم چون نمیدونستیم بعد عدد منفی دو چند است درست است پس انی ستایی که ما شما در سن خوانده بودیم امیایی که شامل آیار باشد چی باشد دو شرط با ما و شما داشته باشد ما عناصرش نشان داده نمیتونیم پس ما و شما باید به شکل چی در شکل بر روی محور نشان بدیم به میگیم چی انتروال صحیح است یار ما شما یک تا راه اختصار خیلی آسان میتونیم نشان بدیم به جای که یار نوشته کنیم ما شما رو نوشته میکنیم چی دقت کنید شاگرد عزیز میگیم که ایکس که شامل آیار باشد و شرط به شما در اینجا مانده باشد و پس دقت کنید انتروال فقط شامل چی است شامل آیار است شامل زید دبلیو ان باشد دیگه انتروال نمیشه باید عناصرش نوشته کنید چون میتونیم پس فقط ایکس اگر شامل آیار باشد به شکل انتروال نوشته میکنیم انتروال هم قرارداد میکنیم همین فقط برای را, را رای چی رای کوتاتر و واسانتر ما شما نوشته میکنیم بهشک میگیم خود منفی دو و 4 دقت کنید منفی دو و و بینش و میمانه و چهار خود منفی دو چون مساوی داره شامل است پس منفی دو را چی میگیریم قوس متوسط میگیریم صحیح است و چهار هم که چی است چهار موش شامل است قوس خرد میگیریم پس دقت کنید شاگرد عزیز اگر خود عدد شامل باشد قوس متوسط اگر شامل نباشد قوس خرد میگیریم صحیح است پس به میگیم چی انتروال پس انتروال عمو چی است عمو ست است ست اعدادی که شامل چی است شامل آیار است شماره ریل نمبر است و ما و شما نمیتونیم او را چه کنیم عناصرش نوشته کنیم مشخص کنیم یا باید به شکل انتروال نشان بدیم یا به روی محور شکلش بکشیم پس شاگرد عزیز سوال ده. ما و شما به ما و شما به شکل است که انتروال ما و شما میته میگه شما چی کن شما شکلش بکش یا به شکل سد نوشته کو پس این را به تمام میتونیم میری نوشته کنیم و این بکشیم اگر انتروال بده ما و شما باید این تا بتا نوشته کنیم و به شکل بکشیم اگر شکل بتا ما و شما یاردور باید نوشته کنیم صحیح پس هر ما و شما باید بتونیم به با هم دیگه چی تبدیل کنیم پسی به شکل ست است این به شکل چی است انتروال است و هم روی هم شکل روی محور است درست است پس این عرصه یکیسته. مالی است مال چی است یک تا ست است گفتیم که پس دقت کن شاگرد عزیز وقتی x شما و شما اعداد ما و شما شامل دبلیو باشد ان باشد. باشد زید باشد انتروال نمیشه کی شامل انتروال میشه زمانی که x چی باشد شامل آیار باشد اعداد حقیقی ریل نمبر فیس پس شامل ازی باشد ما و شما به شکل چی انتروال میتونیم نشته کنیم نکته شمیسه شاگرد عزیز اگر چی باشد اگر خود عدد مساوی داشته باشد این خط داشته خود شامل باشد ما و شما قوس متوسط میگیریم یعنی خود منفی دو شامل است اما چون چهار شامل نیست قوس خرد میگیریم صحیح است پس قوس خرد معنایش است که شامل نیست قوس متوسط معنایش است که خود و عدد هم شامل است و دیگه چی هر چی عدد بین از است هر چی عدد بین از است جواب میشه منفی دو شامل است چهار شامل نیست دیگه عدد بینش کل شامل است هر چی عدد یک اشاره پنج یک اشاره شش صفر اشاره دو هر چی باشه یا شامل یعنی ست میشه درست است پس به این میگیم چی انتروال درست است خب شاگرد عزیز با ما همراه باشید سوال های دیگر هم میخوایم کار کنیم خب شاگرد عزیز و گرامی چند مثال دیگه کار میکنیم که انتروال ها را دقیق بفهمید چی است درست است خب پس مثال گفتیم که شاگرد عزیز اگر به شکل ست به ما و شما بتاس شما باید بتونید ما و شما بتونیم هم به شکل انتروال نوشته کنیم هم شکلش روی محور نشان بدیم اگر به شکل انتروال به ما و شما بتاس سوال ما و شما هم سد از ما و شما میخواد هم شکل میخواد و اگر شکل به ما و شما بتا روی محور هم ستش از ما میخواد هم انتروالش از ما و شما میخواد درست پس مثال سوال به ما و شما به این داده دقت کنید انتروال به ما و شما به عنوان مثال میتا چند مثل از دو تا سه بسته دقت کنید وقتی که سه خود سه شامل باشد یعنی قوس چیه متوسط گفتم خود شامل است اما قوس خرد شامل نیست به این میگیم دوی باز به این میگیم سه بسته پس از دو باز تا سه بسته به ای بهش میخوانیم پس یکی که قوس متوسط داشته باشه بسته میخوانیم و یکی که قوس خرد داشته باشد چی میخوایم؟ باز میخوانیم صحیح پس میشه از دو باز تا سه بسته معناش چی است معناش خود دو شامل نیست ولی خود سه شامل است و هر چی عدد بین از هر هم است اونم شامل است صحیح است؟ پس ما اول شکل اول چیز می سه تاش نوشته پس چی میشه میشه ایکس آی شامل چی آی آر و قسمی که پس این خطا که چی میخوایم به قسمی که میخوایم به دقت کنید انتروال همیشه ایکس شامل چی میشه آی آر میشه پس ایکس شامل آی آر و ایکس ما و شما چی است بزرگتر از دو است خود دو شامل نیست قوس خرد مانده پس ما شما مساویش نمیمانیم و ایکس ما و شما کوچکتر از سه باشد ولی خود سه شامل است پس یک مساوی برای میمانیم چرا شامل است چون قوس متوسط به ما شما داده است ایست؟ خب پس این شد چی شکل سه به ما و شما انتروال داده دا. ما و شما ست شد تا نیستیم نویشته کنیم حالا در روی محورم باید ما و شما شکلش بتونیم بکشیم پس ما محور میکشیم بر خود سفر یک دو سه یک دو سه منفی یک منفی دو خب شاگرد عزیز من اگر اگه رو بکشم چی میشه میرم همین دو و سه رو روی محور پیدا میکنم دو مثبت است دیگه نه یک تا دا دایره روی ازی و روی سه یک تا دا دایره میمانم خود سه شامل است سیف پس سر داخلش از سیاه میکنیم اما خود دو شامل نیست اما تو خالی میمانیم و یه رو به همدیگه دیگه وصل میکنیم و اعداد بینش هم خط خط میکنیم سیف پس چی میشه اعدادی که خود دو شامل نیست اما خود سه شامل است. اعداد بینش هم قبول است با اون خاطرش ما شکل کشیدیم پس سوال به ما شما انترال بتا ما شما باید بتونیم هم به شکل سه نوشته کنیم هم روی محور نشان بتیم خب مثال بعدی شکل دقت کنید با ما شما به شکل مثلا مت ست مساوی است با ایکس های شامل آیار آر و قسمی که دقت کنید ایکس ما شما چه باشد کوچکتر یا مساوی سه باشد فقط همین شرط داده دایی بر دیگه بزرگتر از عدد نداده فقط گفته ایکس کوچکتر یا مساوی سه باشد خب شاگرد عزیز چه عددی میشه پس ما اول شکلش میکشیم بعد انتروالش میکشیم برایتان متوجه باشین شکل زیر ما اگر بکشیم به این صورت میشه صفر یک دو سه چار منفی یک منفی دو یک دو سه چار منفی یک منفی دو خب شاگرد عزیز دقت کنید گفته اکس ها شامل آیار باشد سیز و ایکس ما و شما کوچکتر یا مساوی سه باشد خود سه رو پیدا می کنیم خود سه رو پیدا کن سه کجاست دیگه سه مثبت یک تو دایره روزی می کشیدیم خب این سه رو سیاه کنیم یا نه داخل ازیره بله چون مساوی دارد پس داخلش مساوی دارد داخلش سیاه کنیم و دقت کن شاگرد عزیز گفته که عدد های ما ایکس ما و شما کوچکتر از سه باشد یعنی سمت چپ سه بود او که میشه سمت بزرگتر پس بر میشه. خب تا کجا چون مشخص نکرده تا لای تناهی منفی میره پس به شک خط خط میکنم و ای برش من به این شک باز میمانم که یعنی ادامه داره تا لایتن مشخص و مشخص نکده بر چه عددی است وقتی مشخص نکده باشه یعنی تا من فی لایتن ادامه داره صحیح خب فقط نکته شمیسته دقت کن شاگرد عزیز پس می یک به شکل انتروال بخوام نوشته کنم به شکل انتروال نوشته میکنم پس این که میشه چه قوس متوسط چون مساوی دارد. دیگه نه سه خب این برم میشه منفی لایتناهی دقت کنید منفی لایتناهی علامه لایتنی رو خود یاد داره دیگه یعنی علامه علامه است فیس منفی را ماندیم فقط دقت نکته همیسته. ده. همیشه آره ها را چه مثبت چه منفی را ما و شما باید قوس خورد برش بگیریم پس این نک... یک نکته است لایتناهی چه مثبت باشه چه منفی باشه قوس خورد گرفته میشه فیست پس این ما شما به نوشته میکنیم مساوی میشه با از منفی لایتناهی تا خود سه که خود سه هم شامل است خود سه شامل است پس چی می قوس متوسط می گیریم. اگر خود سه شامل نبود قوس خورد می گرفتم. درست است پس دقت کن این سه تا به ما شما داده ان شما نوشته کردیم از منفی لای تا سه خب فقط یک نکته دیگه هم داره شاگرد عزیز من دیدم بعضی از شاگردا اینو نوشته میکنه اینو نوشته میکنه از سه تا منفی لای نوشته میکنه از سه تا منفی لای اگه به این شکل کنه غلط است چرا غلط است شاگرد عزیز دقت کنید ما در محور همیشه از چپ به راست میریم هر چه عدد سمت چپ باشد کوچکتر است هرچی سمت راست باشد بزرگتر است خب منفی لای بزرگ است یا سه میگیم سه بزرگتر است پس سه باید سمت راست باشد و کوچک سمت چپ بزرگ سمت راست باشد پس در انتروال دقت کن شاگرد عزیز شما اگر انتروال نوشته کن انتروال با عنوان مثال نوشته کن انتروال دو تا منفی پنج این انتروال غلط است چون منفی پنج از دو کوچکتر است پس منفی پنج باید سمت چپ باشد و عدد بزرگتر سمت راست باشد این را باید نوشته کنیم از منفی پنج تا دو منفی پنج و دو است؟ پس این نکته این تون باشد انتروال دقیقا مشابه چیست؟ محور است همیشه سمت چپ باید کوچکتر باشد سمت راست باید بزرگتر باشد پس این نوشته کنیم سه تا منفی غلط است باید نوشته از منفی تا سه صحیح شد خب شاگرد عزیز یک تا مثال کار میکنیم در این پایین که دقیق خب و ما شما شکل به این صورت داده ما شکلش میکشیم دایی مثال یک دو سه چهار پنج شش منفی یک منفی دو منفی سه سه شکل به ما شما به این صورت داده یا بانی من چی میکشم؟ توی زیر خالی میکشم پر نمیکشم به این شکل خواهی چی میشه شاگرد عزیز؟ شکل ما و شما داده گفته که سه تشم مشخص کن به شکل انتروال هم نوشته کن خب چرا رقم کنم؟ من پیشش کار میکنم به شکل سه ایر من نام از این سه اگر بگیرم ست B. بی پس ست بی ما و شما چی میشه؟ میشه ایکس های شامل آی آر همیشه دقت کنید انتروال شامل چی هست آی آر است شکل به شکل با ما شما میته روی محور شامل آی آر میشه دیگه صحیح خب حالا چی هست اینی عدد ما شما اینی خود منفی دو شامل است میگیم در مساوی نیست چون چیز خالی است پس میشه ایکس چی ایکس های ما شما چی است بزرگتر از منفی دو خود منفی شامل نیست پس چی میگن مساوی نمیمانیم و سمت راست منفی دو یعنی بزرگتر از منفی است اگه سمت چپ بود شکل ما از منفی دو کوچکتر میشد پس فعلا ایکس ما از منفی دو بزرگتر است منفی دو را سمت راست منفی دو سمت چپ خود ایکس سمت راست مانده او برای ما مشخص کرد نه باز مانده تا ادامه داره پس ما او برای چی نوشتن نمیکنم صحیح است پس قوسش بسام میکنم پس میشه یک های شامل آیار اکس و قسمی که ایکس ما شما بزرگتر از منفی دو باشد مساوی هم نداره چرا چون خود منفی دو سیا نشد اگر سیا میشد داخلش پر میشد میگفتیم منفی دو هم شامل بود خب این انتروالش رو نوشته کنیم مساوی است انتروال اگر نوشته کنیم دقت کن شاگرد عزیز پس چی میشه از منفی دو تا مثبت لایتناهی خود منفی دو شامل است نه پس میشه منفی دوی باز و مثبت لای تناهی لای گفتیم همیشه باید چی بانیم؟ باز بانیم شاگرد عزیز پس لایه تناهی را همیشه باز میمانیم هیچ وقت لای تناهی را چی قوس متوسط نمانیم قوس خرد میمانیم درست است؟ خب شاگرد عزیز پس انتروال فا ما و شما انتروال اگر یک ست است که شامل آیار است اعداد شامل آیار میشه شرط به ما و شما داره که بین کدام اعداد است سه بزرگ میتونه دو تا عدد باشه میتونه یک یک تا عدد باشه کوچکتر باشه یا بزرگتر از باشه مثل از و ما و شما میتونیم رو کار کنیم پس اگر ست به ما و شما بده ما باید انتروالش بتون نوشته کنیم و شکلش رو بکشیم در محور اگر انتروال بده ما شما باید ست نوشته کنیم و شکل بکشیم اگر شک به ما شما بده ما باید هم ست نوشته کنیم هم انتروالش رو بتونیم نوشته کنیم درست است خب شاگردای عزیز ما تختر پاک میکنم و چند نکته دیگه میگم درس ما و شما خلاص میشه پس میریم و برمیگردیم خب شاگرد عزیز نکته آخرم بگیم چند نکته میگیم و خلاص میشه درس امروز ما و شما درست است پس نکته نکته ما و شما ای شاگرده عزیز. دقت کنید نکته ما و شما ای نیست که ما و شما اگر به شک باشد انتروال به عنوان از A تا B A و B دو تا عدد باشد وردش هم شامل نباشد یعنی قوس خورد به این میگیم چی باز باز به این گفته میشه صحیح است یعنی هر طرف شامل نیست اگر انتروال ما و شما دو طرف بسته باشد A تا بی یعنی هم A شامل باشد هم بی شامل باشد به با اون میگیم بسته صحیح است پس نه انتروال چی میشه باز بسته و اگر یک طرفش باز باشد A تا بی خود بی شامل نباشد پس ای بسته بود این باز بود دیگه به چی میگیم به این میگیم که نیم باز یا نیم بسته سیست پس دقت نشاگرد عزیز پس انترال ما دو سه یا باز است یا بسته است یا نیم باز یا نیم بسته برش گفته میشه نیمش باز است نیمش بسته است دیگه شد پس ما نو انترال رو میتونیم بفهمیم که باز است انترال ما بسته است انترال نیم باز است یا نیم بسته است و این که میفهمید ای وقتی باز باشه نه خود ای و خود بی شامل نیست ولی اعداد بینش کل شامل است دقت کن خود ای شامل است خود بی هم شامل است ولی اعداد بینش هم شامل است خب دیگه در آخر چی خود ای شامل است خود بی شامل نیست چون قوس چه است قوس خرد داریم یعنی با باز است و اعداد بینش هم کل شرط چی است شامل میشه درست است پس هم نکته آخر ما و شما ما نو انترال ها رو میفهمیم باز است بسته یا نیم باز یا نیم بسته درست است شاگرد عزیز <متصفح> خب شاگرد عزیز و گرامی پس ما و شما انتروال یا فاصله یا بازم گفتیم بعضی کتاب ها به اونا میگن و اینا رو فامیدیم که چی هست پس من ما تیک مارک میکنم خب کارخانگی چی هست؟ کارخانگی تمرین های صفحه 160 کتاب حل کنید و با ما روان کنید در طریق چی از طریق واتسپ نمبرش هم 20964 780 255 40 13 شاگرده عزیز اگر کدام سوال کدام مشکل دارید میتونید از ما پرسان کنید از طریق همین نمبر به شما خاندم پایان درس سوم از فصل ششم شاگرد عزیز و گرامی مانده نباشین بخیر باشین وقت خوش خدا فستان.